عاشق شدم، مزارت میخوام. هیولا، هیولا، سمر داد نزن عزیزم، بیا بریم تو. بیا عزیزم، یه لحظه صبر کن. سمر جون، تو به کی داری میگی هیولا؟ ها؟ بچه هست دیگه، همینجوری یه چیزی میگه. بیا اجازه میدی؟ یه لحظه صبر کن. سمر به من بگو. سمر جون، کی تو رو ترسونده؟ ها؟ به کی گفتی هیولا؟ منظورت به فضیلت خانم بود؟ چرا گندش میکنی؟ میگم بچه هست دیگه، همینجوری یه چیزی گفت. همینجوری ترسیده یعنی چی یاسمین؟ بعدن با هم حرف میزنیم فضیلت خانم، خیلی مفصل هم حرف میزنیم. روز بخیر. شاید فضیلت خانم براش قصه‌ای ترسناک تعریف کرده که اونم اینجوری داره ازش میترسه. باشه، من باش حرف میزنم که دیگه قصه‌ای ترسناک تعریف نکنه. میشه اجازه بدی بریم تو؟ کوچولو، به کی میگفتی هیولا؟ سلام. وای تو چی کار کردی فضیلت؟ چی کار کردی فضیلت؟ حواست کجا بود؟ وای دیو خفته رو بیدار کردی. وای خدایا، خدایا، دیدی چی به سرم اومد؟ دیو خفته رو بیدارش کردم دختر. ای خدا. سمر، تو به عمو مرد گفتی هیولا؟ آره راست میگه، من هیولا، من یه هیولای وحشتناکم. احتمالاً غریبی کرده. هیچ وقت همچین کاری نمی کرد. آقا راکان، گفته بودین بچه ندارین، این کوچولو دختر کیه؟ نه، دختر خدمتکارمونه. را بیفت دیگه، باید بریم. معذرت میخوای؟ آره فقط معذرت میخوای؟ برادرم عاشق دوست دخترم شده، اون وقت فقط یک کلمه میگه معذرت میخوام؟ آره نمیخواستم اینجوری بفهمی. دلم میخواست قضیه رو از خودم بشنوی. واقعا دلم میخواست میتونستم زودتر بهت بگم. سینان تو دخالت نکن خزان، تو دخالت نکن، تو تقصیری نداری، تو خودتو مقصر ندون، این قضیه بین من و برادرمه. هرچی میخوای بگی به من بگو، همشونو قبول دارم. اما خزان، خزان جوابی که باید میداده رو داده، جوابش هم همه ترکیه دیدن. من جوابی ندارم بهت بدم. خیلی حرفا دارم که بزنم، اما جوابی ندارم که بهت بدم. در برابر خیانت برادرم هیچ جوابی ندارم بدم. هر حسی داشتم اما نمیخواستم بهت حسی بزنم. نمیخواستم برادرم برات کنم، نمیخواستم اینجوری بشه. I'm sorry.
چی شد خزان؟ خیلی هرس خوردی که نتونستی کاری بکنی. بحث هرس خوردن نیست، نتونستم حقیقتو بگم، حقیقتی که تو میدونی، حقیقتی که با چشمات دیدی. اگه اون تصاویر رو دیدی پس خیلی خوب میدونی بعد از اون سیری چه اتفاقی افتاد. من آبروتو نجات دادم خزان، اینجوری ازم تشکر میکنی؟ خیال نکن به خاطر سیلی که زدی چشام پر ازش شد. چجوری تونستی با هم بازی کنی ها؟ اون روز تو آواد چطور تونستی نقش عاشق دلسوخته رو بازی کنی؟ سینان ما خیلی تلاش کردیم، قسم میخورم هر دومون خیلی سعی کردیم فرار کنیم. دیدم چجوری تلاش کردیم. ببین، عمدن تو همینجاشو پخش کردی که بتونی یاووزو خورد کنی. اگه اونم مثل تو دلش میخواست لهت کنه رچه، بهت میگفت که احساسات ما دو طرف هست سینان. بهت میگفت بعد از اون سیری چه اتفاقی افتاد، اما سکوت کرد، هیچی نگفت. به خاطر کی؟ به خاطر تو سینان، به خاطر تو، به خاطر برادرش که با دستاش زندگی دوباره بهش داد سکوت کرد. خیلی احساساتی شدم، انقدر احساساتی شدم که الان دستاتونو میگیرم میذارم تو دست هم. سینان بس کن، خواهش میکنم بس کن، حداقل به من بگو، التماست میکنم، بگو تا کی میخوای به این بازی ادامه بدی، بگو چه نقشه ای تو سرت سینان، بگو. نگران نباش، هر کاری بکنم جلوی چش خودت میکنم، حتی یه لحظهشم از دست نمیدی، به من اعتماد کن. نابودش میکنی، میخوای نابودش کنی؟ در اصل همه چی تو دستای توه خزان. اگه دختر خوبی باشی و طرف من باشی، هیچ کس نمیفهمه یاووز اگه من چه نامردی بزرگی در حق برادرش کرده. اگه بخوای این قضیه سیدی بیگودار با آب بزنی، همه میفهمن که یاووز اگه من مهمت هیل دیزه. الان که دیگه رفتم و برمیگرده و میاد، مگه میشه نیاد؟ چی کار کردی فضیلت؟ چی کار کردی تو؟ کاش لال میشدی. خدا، بوی خون خورد به دماغ کوسه، دیگه وای نمیسه. برمیگرده میاد سراغت، میاد بیچارت میکنه. برای چی بهش گفتی قدرت؟ چرا حواست نبود؟ چطور تونستی اسمشو صدا کنی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ فکر کن ببین چه غلطی کردی، فکر کن ببین باید چه خاکی تو سرت کنی. باید دو تایی ببینیم چه غلطی باید بکنیم فضیل. چی گفتی بهش؟ را بیافت، زود باش، را بیافت. معذرت میخوای؟ آره، فقط معذرت میخوای؟ برادرم عاشق دوست دخترم شده، اون وقت فقط یه کلمه میگه معذرت میخوام؟ آره؟ دست بردار نیستی یا سمی خانم؟ نه؟ نه بابا، چه خیالاتی داری؟ شوهر قحطی بود رفتی زن این مردی که شدی؟ زن شدی بس نبود ازش بچه دار برای چی شدی؟ ساکت شو، دارم دیدیم خانم همه فن حریف تا دیدش رنگ از رخسارش پرید. چطور تونستی بهش بگی قدرت دیوانه شدی؟ گفتم تو باعث شدی که پاش به اینجا باز شه. خدا میدونه چه داستانی با این آدم داری جمیل خانم، چه داستانی داری دخترها؟ یارو کار زندگیشو ول کرده اومده مادر بچه‌شو شکنجه کنه. آره، چطور در مورد داستان تو آداپازار حرف بزنی؟ منو ببین، مجبورین در مورد قضیه قدرت به هم دیگه کمک کنیم. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ برای اینکه بتونم بهت اعتماد کنم باید اول طناب سینانو بکشی. تو چرا اینو نمیفهمی زد؟ طنابش آماده کشیدنه، اما اول تو باید بگی قضیه چیه، بعد من طنابشو بکشم. اول باید طناب سینانو بکشی جمیل خانم، بعدش معامله میکنی. اول داستان تو بگو فضیل خانم. داستان من گنده تر از قد تو عنکبوت. میخوای وجب کنیم فضیل؟ داستان من خیلی بزرگتر و بدتر از اونیه که فکر میکنی عنکبوت خانم. اولین باره میبینمش، از راننده‌های ما نیست. من کارمنده کاظم خانو نمیشناسم، خودشون ایشونو فرستادن. آخ
آخ ما به نظرم بریم دیرمون میشه. من از وقتی دکتر خبر نداشتم. کاظم خان بهتون گفت؟ نه پیشنهاد من اجه خانم، زای ما نزدیک، بهتر ریسک نکنیم، چکاب لازمه. میتونم به کاظم خان زنگ بزنم؟ حتما، اما اول ویتامینتون رو بخوریم. من برم گوشیم رو بیارم. بفرمایید. این ویتامین منه؟ انگار یکم کوچیکتر شد. مگه میشه؟ همونه که همیشه میخورین. ببینین، ببینین، همش این همه. معلومه که این همه. میبخشید، من تجربه یه عجیبی داشتم، برای همین یکم چیز شدم. خب یکم شکاک شدم. پارانویا؟ گفتم شکاک شدم. بله طبیعیه که نزدیک زایمان فکرتون به هم بریزه، چون هم استرس دارین هم هیجان زده این. میشه گوشی رو بیاری لطفا؟ حتما. شما ویتامینتون رو بخورین. کنم مامان یکم زیاده روی کرده، مگه نه پسرم؟ زود باش دیگه، زود باش. الو، سوار ماشین شدین؟ نه هنوز سوار نشدیم. میخواد با پدرتون صحبت کنه. دختری که پر رو، نکنه شک کرده؟ یکم نگرانه، به رانندم شک کرده. ببین نباید بذاری به بابام سنگ بزنه. خب نگران نباشه، من فکر همه جاشو کردم. شماره کاظم خان و همه شمارهایی که فرستاده بودین رو تو گوشیم بلاک کردم. شماره کاظم خان رو هم توی گوشی باغبون و زنش بلاک کردم. اصلا نگران نباشین، همه چیز تحت کنترله. خوبه، از کارت خوشم اومد. به هیچ کس نمیتونه زنگ بزنه، شک نداشته باشین. قرص خورد یا نه؟ خورد. خوبه، منتظرم بهم خبر بدی. باشه، بعدم بهتون زنگ میزنم. یکم دیگه مونده، فقط یکم دیگه، دیگه تموم شد. از خودت و بچت خلاص میشی. بفرمایی. اگه میخواین چرا اینقدر اشغالی کاظم؟ اجه خانم، اگه میخواین تو ماشین دوباره زنگ بزنین، بهتر زودتر راه بیفتیم که به موقع برسیم بیمارستان. به اینجا نزدیک؟ 10 دقیقه. باشه، گوشی دستم میمونه. باشه، بفرمایین تو ماشین. سیلی زده؟ چه داستان جالب و عجیبی. پس شروع کردی سینان، ببینم تو چه وضعیتی هستین. های از شد، زود باشین دیگه، هنوز سوار ماشین نشدین. ای خدا. نیل، الان منتظر یه تلفن مهمم، بعدم به هم زنگ بزن لطفا. چی میتونه از این مهمتر باشه سلین؟ مثل این که در جریان اتفاقی که افتاده نیست. کدوم اتفاق؟ چی میگی؟ منظورتو نمیفهمم. نگو که خبر نداری، همه یه ترکیه دارن در موردش حرف میزنن. راجب چی حرف میزنی نیل؟ برای چی باید به تو زنگ بزنن ها؟ همه دارن در مورد یابوسی حرف میزنن که عشق برادرشو بوسیده و سیلی خورده. چی؟ ببینم تو این چند روز
سمر رو تو حیات ندیدی؟ برخوردی بینتون اتفاق نیفتاده؟ مثلا چه برخوردی گفتم خان؟ نمیدونم، دارم از تو میپرسم. سمر دختر خونگرمیه، هیچ وقت نشده بود حتی با غریبا اینجوری رفتار کنه. از رفتاری که با تو کرد یکم تعجب کردم. میگن بچه ها و سگا بدی رو میشناسن. اما شما رو دوست داره، به خانومتونم خیلی وابسته است. معلومه که هر دوتون عاشق بچه، از بچه خدمتکارتون عین بچه خودتون مواظبت میکنی. هنوز خیلی جوانین، حتما خودتون بچه دار میشین. امروز صبح یکم زیادی حرف میزنی، بهتر حواستو بدی به مسیر. بله سلین. داداش فیلم بوسیدن خزان و یاووس تو اینترنت پخش شده، سینانم بد جوری به هم ریخته، یه عالمه خبرنگار جمع شدن جلوی ویلا، باید زود بیای خونه. باشه، برمیگردیم ویلا. فکر کنم هوای ماشین منو گرفت. چقدر مونده؟ مگه نگفتی 10 دقیقه؟ دیگه چیزی نمونده ایجا خانم. هنوز داره حرف میزنه کاظم، هنوز داره حرف میزنه کاظم. اجه خانم خوبی؟ سرم، معدم. آقای راننده میشه پنجره رو باز کنید؟ آقای راننده با شما پنجره رو باز کنید. آروم باشی، آروم باشی. قرص، قرص، تو با من چی کار کردی؟ کار کردی؟ بفرمایید عقب، بفرمایید عقب، لطفا تشریف ببرید. کاظم خان در این مورد چی میگن؟ لطفا تشریف میکنم برید، لطفا از اینجا برید، لطفا برید دیگه، اینجا یه مکان خصوصیه، لطفا سر و صدا نکنید، لطفا تشریف ببرید، خواهش میکنم، گوش کنید. کاظم خان شما فیلمو دیدی؟ کاظم خان اینجا چه خبری؟ کاظم خان اینا شورشو در آورده، حرفای بی خود میزنن، چند مونده در رو بشکنن، پلیس رو خبر کن. هر کاری کردم چشاتو بستی بابا، تو آدمی هستی که قاتل خواهرتو بخشیدی، برای همینم چشاتو میبندی، میذاری پسرت هرسشو خالی کنه. چیکار تو این کازم کنید؟ به خونی سنگ بزنید. فقط چند تا سوال داریم ازش، بذاریم کارشون بکن. کاظم خان شما به سوالای ما جواب بدین، لطفا بگین بیاد از این خواهش میکنیم. کاظم خان خواهش میکنم. آقایون خانم ها لطفا صداتون رو بیارین پایین، اینجا منزل مسکونیه، ملک شخصیه، انقدر سر صدا نکنین، خواهش میکنم، خواهش میکنم سر صدا نکنین، بس دیگه، لطفا برید.
لطفاً اینجا رو ترک کنید. لطفاً برید. اینجا سر صدا نکنید. خواهش میکنم. خواهش میکنم صداتون رو بیارین پایین. ببین کسایی که گفتی بیان حتی خبرنگار واقعی هم نیستن. میخوای یعنی گوشت و قربونی بندازیش جلوشون. ازت خواهش میکنم سینان بهشون بگو برن. خودت برو بهشون بگو برن. ها؟ دستشو بگیر با هم برین بیرون که شریک جرم تنها نباشه. بگو بعد از اون سیری چیکار کردی که همه با هم جفتتون رو نفرین کنن. برو این کارو بکن که بعد همشون مهمتی لیزو بشناسن. آخ بهناز اگه بدونی چی شد. آخ اصلا خودم هم نمیدونم چی شد که اینجوری شد دختر. خدایا از چیزی که میترسیدم به سرم اومد. بزرگترین کابوس زندگیم واقعی شد بهناز. چی میگی فضیلت؟ منو نترسون دختر نکنه. نه نه اون نیست. نه اونی که فکر میکنی نیست بهناز. اون نیست. اما اینم سایه اونه. خدا به دور فضیلت چی داری میگی؟ یعنی دنیا انقدر کوچیک بوده بهناز، اومده تو این خونه باورت میشه؟ آره دختر برای چی در نزده میای تو اتاق من ها؟ گوشی رو قطع کن یه چیزی شده. چی شده دختر؟ خزانه آقای یاووس. آقای یاووس خبر یاووس حاضر خان پسرتون رو برادر خیانت کرده. آقای یاووس میخواین از فرزند محرومش کنین؟ نمیخواین یه چیزی بگین؟ آقای یاووس سیلیش دردناک بود. آقای یاووس شاید هم بخواین یه بار دیگه امتحان کنی یه جوابی بدین. آقای یاووس بپرس. یاووس تو پرسیدی؟ تو پرسیدی؟ تو بودی پرسیدی؟ فکر کردی کی هستی؟ مواظب به حرف زدن باش. مواظب به حرفت باش. اینا رو از اینجا دور کنی. اینا رو از اینجا دور کنی. بیا اینجا. مگه نمیبینی کم مونده؟ بیان تو بابا نمیبینی؟ آقا یاووس الان دور بیا. یاووس بیا اینجا. با این سوالا طبیعی نیست. نمیبینی کم مونده از در رد بشن بیان تو؟ یه همچین حقی ندارم. تو هم حق نداشتی. حق نداشتی این بلا رو سرمون بیاری. حق نداشتی. آقا گوکان اومد بچه من بهت هشدار داده بودم اگه به حرفم گوش کرده بودی امروز این بلا سرمون نمی اومد. تو منو بلکن بابا به پسرت برس. حواست به پسر کوچیکت باشه. آقا گوکان خواهش بکنم به سوالای ما جواب بدید. خیلی وقتش رو نمیگیم. فقط چند تا سوال رو جواب بدید. آقا گوکان چجوری میخواین از خانومتون در مقابل برادرتون محافظت کنید؟ ببینم تو چی گفتی؟ آقا گوکان این چه کاری ردشون کنید. اینا رو ردشون کنید برن از اینجا. از این جلب توجه کنید. صبر کن یاووس. چی شده؟ ها؟ سینان چی گفت؟ چقدرشو میدونه؟ چیا بهت گفت؟ تا اونجایی که دیده رو میدونه. چی گفتی؟ منظورت چیه؟ مواظب خزم باش لطفا. پشو دخترم پشو بریم یه آبی به دست و صورتت بزن حالت بهتر شه. پشو عزیزم پشو. این حقش نه. نه حقش نه دخترم. پشو صورتتو بشور. اگه احساست ما نفرین شده است باید با هم دیگه نفرین بشیم. اما اون تنها بود بین همه اتفاق و تنه کنه یا تنها بود. من تک و تنهاش گذاشتم. مامان هیچ کاری نکردم.
اشکاش نمیخوان تموم بشن. ببین چی میگم دیگه، بسه. شنیدی چی گفتم؟ دست از سر دخترم بردار و برو پایین به کارت برس. برو. هنوز کارم با دخترت تموم نشده فضیلت خانم. ببین چی میگم سینان خان، من نمیذارم دخترم بازیچه تو بشه. تو که هرستو خالی کردی دیگه، چی میخوای؟ تمومش کن برو دیگه. هر وقت من بگم تمومه تموم میشه. بیا بس کن، جونم و به لبم رسوندی، دیگه چی میخوای؟ ها کافیه. هر کاری خواستی کردم، از این به بعدم میکنم سینان، اما نه به خاطر خودم. چیزی که قراره بهم بگن اصلا برام مهم نیست. خودت خوب میدونی من به فکر محافظت از کیم. اون اشکاتو پاک کن، بیا کاری که باید بکنی یا بکن. دخترم غزاد، زنگ بزنیم پلیس بیاد. یاوز اینجوری نمیتونه از اینجا بره بیرون. بره بیرون درسته میخورنش. هیچ کاری نمیکنیم. به قدر کافی آبرومون رفته. دیگه نذاریم بیشتر از این بره. راحت بکش برو. بدون اینکه باعث آزار کسی بشی بذار. آقا یاوز، پر بیننده تنی خبر امروز بودیم. از این به بعد تصمیم داریم چیکار کنیم؟ برای خزم فکر کن، سلامتی برادرت فکر کن. بار توه این بار، فقط بار توه. خزم خان، نظرتون در مورد خیانت پسرتون چیه؟ سینا، خیلی وقتتون رو نمیگیرید. چیکار کنین آقا یابوس؟ خواهش می‌کنم جواب بدین آقا یابوس. آقا یابوس، آقا شما میرید آمریکا؟ از کجا می‌گیرید؟ چه جواب بدین آقا یابوس؟ پر بیننده تنی خبر امروز بدین آقا یابوس. از این به بعد تصمیم دارین چیکار کنین آقا یابوس؟ آقا یابوس، لطفاً چند لحظه آقا سینان، نمیخوای یه چیزی بگی؟ آقا سینان، شما نمیخوای چیزی بگی؟ آقایون، اجازه بدیم بیان تو. سینان، این چی کار میکنه بابا؟ با شما میگم بذاریم بیان تو. در رو باز کردن، بریم تو. بابا رسمن همشون رو آورد تو خونه. باشه، ول کن، بذار خودشو خالی کنه. دوستان، واقعا متاسفیم که با یه همچین اتفاقی رفتیم تو صدر خبرهای امروز. من و همسر عزیزم خزان از این بابت خیلی ناراحتیم. اون تو این قضیه هیچ تقصیری نداره. نمیخوام بیشتر از این اذیت بشه. هم شما و هم همه ترکیه دیدین که همسر عزیزم چطوری جواب این بی‌ادبی رو داد. سیلی که عشقم به برادرم زد، در اصل ضربه‌ای بود که به خیانت کار زد. در مورد برادرم هیچ حرفی ندارم که بزنم.
منم مثل همه با دیدن اون صحنه بدجوری شوکه شدم، اما هیچ کس نمیتونه به اندازه من احساس سرخوردگی کنه. نمیتونم بهتون بگم که یه همچین خیانتی از طرف یه برادر چقدر میتونه تلخ باشه. فقط میتونم یه چیز بگم، این خیانت از برادرم و از نام خانوادگی اگمن بی. تنها خواهشم از شما اینه که تو این موقعیت حساس، به خصوص با عشقم و خانوادم، با احتیاط رفتار کنیم. حرف دیگه ای ندارم که بزنم. خزان خانم، شما در این مورد صحبتی ندارین؟ دوستان، همونطور که دیدیم همسرم هم بدجوری شوکه شده و خجالت میکشه. عشقم به خاطر کاری که برادرم کرده خیلی خجالت میکشه. کاظم خان، شما نمیخواین در مورد این اتفاق چیزی بگین؟ ببین کی اینجاست، یکم با همدیگه بازی کنین. خب بریم تو، منم ببینم این بیرون چه اتفاقی داره میافته. یاسمین خانم بیا اینجا ببینم، بیا یکم به این هیولا توضیح بده. چی کار میکنی؟ هیولا باید کار داره. کار میکنی؟ دیوانه شدی؟ که من هیولا، بابا هیولا است، بابای هیولا، بابای هیولا. گوش کن جمیله، دخترم میفهمه، درست مثل مادرش میفهمه هیولا یعنی چی. کاری به دخترم نداشته باش عوضی. باشه، چشم، 10 میلیون قیمت هیولا 10 میلیونه. پول که بیاد هیولا ساکت میشه. پولتو میگیری. یه چیزی بگو که ندونم جمیله. قدرت همیشه هرچیو بخواد میگیره. آها، راستی اون مادر شوهرت وسیلت خانوم، انگار خیلی با هم دیگه جوری. اسم واقعی ما گفت، تو بهش گفتی؟ چیزی تعریف نکردم، اما ممکنه اسم تو گفته باشم. باز نتونستی جلوی زبونتو بگیری جمیله، باز نتونستی دختر. تموم شد پسرم؟ خودتو خالی کردی؟ خنک شدی؟ تموم شد؟ به من جواب بده پسرم. سینان به من جواب بده. تموم نشده بابا، تا وقتی تا آخرش نرم تموم نمیشه. یه روزه به من خیانت نکرد، پس یه روزه هم تموم نمیشه. به اندازه غرور من خورد میشه، همونقدر که قلب منو شکسته میشکنه. من با دروغ اون روبرو شدم، اونم با حقیقت خودش.
تا وقتی یاوزگ من مهمتی لیز نشه این قضیه تموم نمیشه. فتنه تمومی نداره کازم، این فتنه تموم نمیشه. مجبوری انتخاب کنی، مجبوری انتخاب کنی. نمیخواد مسعود، خودم بیرونم.